فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری منطقه آسیا و اقیانوسیه، توطئه‌های رژیم و محدودیت‌های دولت عراق علیه مجاهدان اشرف را محکوم نمود. در بیانیه این فدراسیون که در ماهنامه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه درج شده آمده است، فشار بر روی جنبش کارگری در ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. جهان شاهد این بوده است که در چند سال اخیر وضعیت به مراتب بدتر شده است و حتی خانواده‌های کارگران فعال زندانی را اذیت و آزار می‌کنند. تعدادی از فعالان جنبش کارگری به علت همین فضای اختناق ایران را ترک کردند و تعدادی از آنها به اشرف آمدند و در این محل مستقر شدند. اشرف محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون دموکراتیک رژیم ایران می باشد که بیش از 23 سال است در آن به سر می برند و حقوق ساکنان اشرف اکنون در معرض نقض شدید قرار دارد. از اول ژانویه 2009 حفاظت از شهر اشرف از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی منتقل شده است. از آن زمان تا کنون به تدریج حلقه محاصره اشرف برای ورود مواد لوجستیکی اولیه به شهر تنگ‌تر شده است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری منطقه آسیا و اقیانوسیه با محکوم کردن شدید حملات وحشیانه ششم و هفتم مرداد گذشته به اشرف می افزاید، دولت عراق با اعمال محاصره بر کمپ دسترسی آزادانه ساکنین آن به خدمات درمانی، دارو، سوخت و وسایل تأسیساتی برای زیرساخت‌های کمپ را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، اعضای خانواده‌های ساکنین اشرف از ورود به کمپ و دیدار آزادانه محروم شدند و ساکنین از حق دسترسی آزادانه به وکلای خود برخوردار نیستند و از ورود وکلای ساکنین به اشرف جلوگیری می‌شود. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید می‌کند اتحادیه اروپا و جامعه دیپلماتیک در عراق به خصوص ایالات متحده باید حفاظت ساکنان اشرف را تضمین کنند و از دولت عراق بخواهند حقوق ساکنان اشرف را بر اساس قانون انسان دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی رعایت نماید. همچنین دولت عراق باید به طور فوری و بدون هیچ قید و شرط محاصره ضد انسانی را که از ابتدای سال 2009 بر ساکنان اشرف تحمیل شده ملغا نماید.